بینندگان عزیز سلام بر شما. نزدیک به 1400 سال از قیام حسین علیه السلام در روز عاشورای سال 61 هجری میگذره. به راستی امام حسین از این قیام هدفش چه بود؟ پیامش چه بود؟ و امروز چه درسی از امام حسین باید آموخت؟ اینها و سوالات دیگه‌ای که داریم رو میخوایم امروز با میهمان برنامه آقای حسین میرداماد مطرح کنیم. با سلام و خوش آمدگویی به شما در برنامه امروز. با سلام به شما و با درود به همه همیهنان عزیز، بینندگان عزیز سیمای آزادی و با سلام به سرور آزادگان حسین ابن علی علیه السلام و 72 تن از یارانشون که در این روز به شهادت رسیدند، در روز عاشورا به شهادت رسیدند. السلام علی الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، کسانی که جانهاشون رو در راه رهبریشون ریختند و فدا کردند و برای نسل‌های آینده و از جمله نسل ما در امروز راه و رسم و روش و منشی رو در واقع الگو و درس قرار دادن. بفرمایید. در واقع این روزها ما با دو مقوله و دو دیدگاه در مورد قیام امام حسین مواجه هستیم. یکی دکانی است که حاکمیت آخوندی به راه انداخته و با اون راه انداختن عزاداری و غیره میخواد در واقع خودش رو به عنوان هوادار و طرفدار و ادامه دهنده راه امام حسین نشون بده، ولی از اون طرف مجاهدین هستند و درس‌ها و پیام‌هایی که دارن و اون چیزی که 180 درجه خلاف حاکمیت آخوندی رو نمایندگی میکنه. خوبه با این سوال شروع بکنیم که خود پیام خود امام حسین و هدفش از زبان خود ایشون در تاریخ چی ثبت شده؟ امام حسین علیه السلام در جاهای مختلفی حرکت خودش، هدفش از قیامش و هدفش از این حرکت و جنبشی رو که به وجود آورد و بارها مطرح کردن. از جمله یکی از این اهدافی رو که مطرح کردن، یعنی چه از خود مدینه که راه افتادن، در مکه بود. مکه درست در روز هشتم ذی‌حجه که امام حسین خارج شد از مکه، در واقع یک نوع ساختار شکنی بود، یک نوع خرق عادت بود، سنتی بود و در واقع وجوب مناسک حج از روز هشتم شروع میشه تا روز دوازدهم و بعضا سیزدهم میگن که امام حسین روز هشتم خارج شد. نباید طبق قوانین حج کسی از مکه خارج بشه و احرام ببنده و بعد با آخر این مناسک رو دنبال بکنه. مثل نمازی میمونه که از شروع میکنین دیگه وسطش نمیشه شکست. اما امام حسین این کار رو کرد. سحرگاهی که میخواست حرکت بکنه، برادرش محمد حنفیه، برادر کوچیکترش، اومد و متوجه شد که امام حسین میخواد حرکت بکنه و بره. اومد گفت کجا میخوای بری؟ شرایط نظامی خیلی خیلی سنگینی بود. خبرها رسیده بود که لشکری از طرف یزید برای دستگیری امام حسین میخواد وارد مکه بشه. اونجا پس شرایطی بودش که هر لحظه امکان دستگیری و شهادت امام حسین میرفت و همه میدونستند که یزید یک دیکتاتور فاسد و خونریزیه. بنابراین از موضع دلسوزی و عافیت جویی اومد به امام حسین گفتش که ببین، من یک پیشنهاد دارم برای تو. تو خودت میدونی که بری راه انتهاش شهادته، آخرش اینا میکشنت. تو بیا برو در یک جای امنی مثل یمن، مثل جای دیگه، و در اونجا عبادت خدا رو بکن و زندگیت هم بکن. امام حسین گفتش که اینی لم اخرج عشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من که نیومدم برم قیام بکنم به خاطر اینکه شرارت ایجاد کنم، برم از روی غرور و خودپرستی کاری بکنم، ولا بطرا ولا مفسدن، من نمیخوام برم مفسد انگیزی بکنم، ولا ظالما و نمیخوام برم ظلم بکنم به کسی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
من میخوام برم اصلاح بکنم. اصلاح هم یعنی از ریشه ظلم رو بردارم. منظور از این اصلاح طلبای دروغینی که الان به نام اصلاح طلبی میگن و اینها که تو همین حاکمیت فاسد رژیم دارن کار میکنن نیست. منظور اصلاحیه که این دستگاه رو ببره. همین پیام رو، همین هدف رو در مسیر که میومد به سمت کربلا بارها بیان کرد، تو سخنرانی‌های مختلفش میگفت. از جمله یکی از جاهایی که بهش میگن منزل، یعنی جایی که توقفگاه‌ها، به نام زیه اسمه. در اونجا امام حسین یک سخنرانی داره. وقتی که خبر شهادت مسلم هم رسیده بود که یعنی ابن زیاد اومده کوفه رو گرفته، کودتا کرده و مسلم رو هم شهید کرده و داستان کوفه برخلاف اون چیزی که در ابتدا قرار بوده که به اصطلاح کوفیان حمایت بکنن نیست و اوضاع عوض شده. پس همه چیز تقریبا روشنه، سرنوشت مشخصه، سرنوشت تقریبا مشخصه و امام حسین باز دو مرتبه هدفش رو بیان میکنه. میگه که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. میگه که مگه نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ مگه نمیبینید که باطله که حاکمه؟ مگه نمیبینید که وضعیت چجور هست؟ بهترین شرایطی است، یعنی این شرایطی است که مؤمن و کسی که ایمان داره به تکامل، به خدا، به راه حقیقت، کسی که ایمان داره شهادت رو برای خودش اصل قرار میگیره. مرگ براش بالاترین افتخاره. انی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. و نه اینکه زندگی با ستمگران جز خفت و خاری و ننگ چیزی نیست. بنابراین میبینیم که امام حسین اهدافش رو در مسیر مبارزه اینطور ترسیم میکنه. در واقع الان میگیم برای نفی ظلم و ستم امام حسین قیام کرد. این ظلم و ستم در چه چیزهایی نمود داشت در اون زمان؟ ببینید اساساً هدف اسلام، هدف انبیاء توحیدی و به طور مشخص خود حضرت پیامبر چی بود؟ همونطور که در قرآن اومده یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اومد که قل و زنجیرها رو از گردن مردم در بیاره، مردم از بردگی نجات بده، مردم از ظلم و ستم نجات بده، یه عده‌ای نباشن یه عده دیگر رو استثمار کنن، اون زنانی که تحت ستم بود اینها رو نجات بده، اون بچه‌هایی که دفنشون می‌کردن اونها رو نجات بده. هدف نجات انسان‌ها بود، هدف برقراری قسط و عدالت اجتماعی بود. اینا چیزیه که مطرح شده در قرآن هم اومده. اینا رو دستگاه معاویه همه رو چرخوند، یک ساختار فاسد طبقاتی اشرافی به وجود آورد و یک تبعیضی رو در جامعه به وجود آورد که هزاران نفر در واقع در فقر و مسکنت به سر می‌بردن و عده معدودی برخوردار از همه چیز بودن. اتفاقا امام حسین در یکی از سخنرانی‌هاش در منا اونجا برای تعدادی از مردم که به اصطلاح دانایان قوم بودن، سران قبایل و اشاعره بودن و به اصطلاح روشنفکرای اون زمان محسوب میشدن، میگه که میبینید که پیمان خدا، پیمان رسول خدا شکسته و بیمقدار شده. چطوری بیمقدار شده؟ کورها و لالها و زمینگیرها در شهرها بی سرپرست افتادن، همین مثل گورخوابا و کارتون خوابا و نمیدونم لوله آب خوابای خودمون، و برایشان ترحم نمیشود و شما در خور مسئولیت و تواناییتان کار نمی کنید و نسبت به آن کس هم که وظیفه خود را انجام می دهد اعتنا ندارید. اون که میاد دنبال مبارزه و می خواد این بساط رو جمع بکنه و به مسامحه و سازشکاری و همکاری با ظالمان آرمیده اید. بنابراین اگر امام حسین داره حرکت می کنه، ناظر بر این سوالتون که گفتید به اصطلاح چه مشخصاتی داشت، مشخصاتش این بود: تبعیض، فقر، فساد فراگیر
جنایت و بیقانونی که هیچ کس به هیچ کس نبود. هر کدوم از این آخوندهایی که اون موقع امیرالمؤمنین یزید بود دیگه، سر کار بود، هر کاری دلش میخواست میکرد، یک چنین ترسی بود. حالا در مقابل خوبه برگردیم به این دوران و در واقع در رابطه با سوال اولمون که گفتیم آخوندها الان دکانی رو از امام حسین و این نهضت حسینی به راه انداختن برای و براش عزاداری میکنن، خوب شرایط حال حاضر و نرخ استثمار در حال حاضر و مقایسه بین ظلم و ستمی که در مملکتمون الان رواج داره با اون زمان روی یه توضیحاتی بدیم با هم مقایسه بکنیم. ببینید در دوران خلافت معاویه در حقیقت اینها ثروت‌های هنگفتی رو از کشورهای مختلف جمع کردن و می‌آوردن در دمشق، بخشش رو به مدینه می‌فرستادن و بخشش رو به جاهای دیگه که در واقع حکومت اموی در حال شکل گیری بود. ده‌ها هزار برده می‌آوردن به قیمت ارزون، حتی می‌فروختن. یک طبقه و یک قشری اشرافی به وجود اومدن حول و حوش همون اموی ها که اون موقع البته ژن نبود، الان میگن ژن خوب، اون هم ژن خوب اون موقع بودن. اموی ها میگفتن ما چون اموی هستیم، عرب هستیم، عرب که اینقدر قدرت داره که میتونه بره جاهای مختلف رو بگیره و اینا، پس منوش ژنش خوبه، پس ژن برتره. پس تفوق عرب بر عجم رو معاویه بنیاد نهاد، در حالی که در اصل اسلام اصلا نفی نجات پرستی بود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک سری تبعیض‌هایی رو به رسمیت شناخت، چه تبعیض طبقاتی، چه تبعیض جنسی و چه تبعیض قومی و نژادی. اینا همه چیزهایی بودش که علیه اسلام بود، در واقع اون جوهر حرکت اسلام علیه این چیزا بود. بر اساس مساوات بود، بر اساس شایسته سالاری بود، بر اساس این بودش که انسان‌ها تلاش خودشون رو بتونن از اون بهره بگیرن، نه اینکه از قدرت و از ثروت در واقع اونا شاخص برتری باشه. اینها بود که در حقیقت نرخ استثمار رو برده بود بالا. در اون زمان آدمایی بودن ده ها هزار شتر داشتن، نمیدونم چقدر زمین داشتن، چندین روستا داشتن، چقدر مردم زیر دستشون بودن، نمیدونم هزاران برده داشتن، کنیز داشتن و امثال این چیزا، همون چیزی که الان هم داریم میبینیم. یک قشری هست که 10,000 میلیارد تومان میدوزه، بازم میگن داره، باز برای دوزیده جا داره. نمیدونم 8,000 میلیارد تومان از صندوق فرهنگیان دوزیدن، 13,000 میلیارد تومان بابک زنجانی دوزیده، چند هزار میلیارد تومان پولای نفت و سپاه پاسداران دزدیده، چند هزار میلیارد تومان کمیته نمیدونم هیئت چیز امام امداد کمیته امداد امام برمی‌داره، اون یکی کمیته بنیاد بنیاد شهید برمی‌داره، به اسم بنیاد مستضعفین چقدر دزدی میکنن و و و و. خب اینها همون نرخ استثماری که در اون زمان بود الان اینو با شدت و پیچیدگی بیشتر عمل میکنه. میبینیم 20 میلیون نفر همین الان طبق آماری که خودشون میدن درگیر مسئله غارت شدگی هم پولاشونو گرفتن بهشون بر نمیگردونن و غارت میکنن با وقاحت. پول مردم میگیرن، بهشون قرارداد میدن و زیر قراردادشون میزنن. خب اینا همون چیزهای مشابهتهای اون زمان و این زمان بوده. در اون زمان هم متقابلا وقتی امام حسین میخواست قیام بکنه علیه چنین حاکمیتی، مارکی که بهش دادن چی بود؟ خارج است. خارجیه. خارجی یعنی چی؟ از دین خروج پیدا کرده، یعنی که این در برابر امیرالمؤمنین یزید ولی امر مسلمین قیام کرده، مهدور الدم، محاربه، یاغیه، باقیه، مفسده. همین حرفا رو زدن به امام حسین، فتوا دادن اصلا با همین عناوین. همین چیزایی که می‌بینی همین امروز هم هست. به همین خاطره که امام حسین میگه و علی الاسلام السلام
از قد بلیت الامت و برا این مثل یزید. فاتحه اسلام خونده است. اگر رهبری مثل یزید بر حاکمی بر این جماعت بر امت اسلام حکومت بکنه، خب چیزی که امروز هم داریم میبینیم، مگه فاتحه اسلام خونده نشده با همین این کاری که خمینی و خامنه ای کردن؟ چیزی نداشتن، باقی نداشتن. بنابراین میبینیم که مبارزه امام حسین علیه اینها یک مبارزه است عمیقا ضد استثماری، ضد استبدادی و همه ارزش های انسانی. در واقع بعد از کشورگشایی هایی که در زمان معاویه انجام شده بود، یک ثروت کلانی به خود خزانه مملکت ریخته بود. ولی به دلیل، در واقع به چه دلیل بود که مردم در فقر و ظلم و ستم به سر می بردن؟ آیا به مساوات، اون چیزی که در اسلام گفته شده بود، بین مردم تقسیم نمی شد؟ این علت توضیح دادیم، ولی اگه بشه بیشتر برامون توضیح بدیم. ببینید، در زمان پیامبر اسلام غنایمی رو که می گرفتن، یک عمدی داشت پیغمبر که وقتی اینا رو جمع می کردن توی به اصطلاح بیت المال بهش می گفتن، یه عنوان بیت المال از زمان پیغمبر در واقع رواج پیدا کرد. بیت یعنی خانه، خونه که اموال و غنایم رو می گرفتن می بردن اونجا و پیغمبر همش رو توضیح می کرد بین مردم و عمدم داشتش که تا جارو زدنش همه مردم ببینن که هیچی، هیچ امتیازی به کسی داده نمیشه. چون جامعه قبلش چه جامعه‌ای بود؟ فوق‌العاده طبقاتی، فوق‌العاده اشرافی، و میخواست نشون بده که این دستگاه اندیشه‌ای ذره‌ای توش تبعیض وجود نداره. اینکه به کسی به دلیل اینکه نزدیک به من یه قرون بیشتر بهش بدیم وجود نداره. تازه آخرین نفرایی هم که بهشون سهمیه بعدن نمیرسید فاطمه و علی بودن. به همین دلیل یک دستگاه راه انداخت پیامبر اسلام، همین جاذبه ایجاد کرد، همین مردم رو جذبشون کرد، همون توده های وسیع مردم جزیره العرب اصلا به سرعت جذب شدن، احساس رهایی کردن. چون اومده بود که همطور که عرض کردم آیه قرآن هست، یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اومد که این زنجیرها را گردن مردم برداشت، این تبعیض طبقاتی رو برداشت، مردم احساس رو اومدن کردن، همه یکسان بودن. اما در دوره معاویه اینا تماما برداشته شد، سهمیه و هر کسی. الان گفتم خدمتتون، اونی که نژادش امویه خب برتره، بهش پس بیشتر بهش داده میشه، اونی که نزدیکتر به دستگاه رژیم بیشتر بهش داده میشه، مردم بیچاره و مستضعفی که چیزی ندارن هر روز فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشه. این اون وجهی بودش که خدمتتون گفتم. بله، با این اوصاف که گفتین، آیا این مبارزه از دیدگاه امام حسین یک ارزش بود که برای اون در واقع اقدام کرده بودن، یا یک ضرورتی بود که علیه حاکم ستمگر دین فروش؟ در واقع بعد گفت هر دوش بود. مبارزه علیه ظلم یک ارزشه، آزادگی یک ارزشه. این منطق امام حسین در روز عاشورا کاشت. در روز عاشورا فریاد زد در برابر دشمنان و اون لشکر عمر سعد که اونجا اومده بودن، گفت ان لم تکن لکم دینم و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم. اگه شما دین ندارید و از روز قیامت و حسابرسی و اینا اصلا اعتقادی ندارید بهش، فکونو احرارا فی دنیاکم، آزاده باشید. آزادگی و مبارزه برای آزادگی علیه ظلم و ستم یک ارزشه، همین الانش هم هست. همه این کارگرا، همه اون مالباخته ها، همه این دانشجوها، همه اون بازنشسته ها، همه که تظاهرات میکنن برای حقوقشون و میگن زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در راه آزادگی، ممکنه حقوقشون رو بهشون ندن ولی تو خونهشون سربلندن، جلو بچه هاشون سربلندن، نمیگن حقشو، حق بابامو خوردن و بابام حرفی نزد، حق مادرمو خوردن ولی حرف نزد مادرم، نه، تسلیم ناپذیرن، میگن تا آخر وای میسیم و حقمونو میگیریم.
مبارزه برای حق یک ارزشه. امام حسین این رو کاشت، اثبات کرد. روز عاشورا هم گفت میخوای هر دینی داشته باش، ان لم تکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المواد، اگه دین ندارید فکونو احرارن فی دنیا کن، آزاده باشید، آزاده زندگی کنید، در برابر ستم تسلیم نشید. خب این حرف امام حسین بوده. بله یه ارزش دیگه هم هست که حاکمیت ستمگر باید سرنگون کرد، اونو نباید گذاشت. برای این هم رفته بود، برای این هم رفته بود که حاکمیت یزید گفته میرم که دست ظلم رو قطع کنم، میخوام اینا نباشن سر کار، نه بیعت کردم باش و نه میخوام که اینا باشن. در واقع ضرورت تاریخ هم ایجاب میکرده که امام حسین به این قیام اقدام میکنن. آیا حرکت امام حسین یک واقعی بوده که در اون زمان به وقوع پیوسته و رفته، یا اینکه برای ما هم پیامی داره؟ امام حسین یک جمله‌ای داره، روایتی نقل شده از امام حسین که ولکم فی اسوه، برای شما از من الگوست، من اسوه و الگوی شما هستم در این مبارزه، به من نگاه کنید و همینطور حرکت کنید. یه جای دیگه امام حسین گفته که و کل حین سالک سبیلی، همه زندگان، هر کی دنبال زندگیه، زندگی به مفهوم آزادگی که الان خدمتتون گفتم، این مسیر من حرکت میکنه، فدا راه رو باز میکنه. فدا نابودی نیست، ضد نابودیه. امام حسینی داره میگه اگر با تمام خاندانش پاشد رفت، 70 از یارانش شهید شدن و خاندانش هم به اسارت رفتن، امام حسین که نرفت. امام حسین زنده تر شد، امام حسین گسترده تر شد در جوامع. 1400 سال هم هست که هر کی میخواد حرکتی بکنه در جوامع مسلمون از امام حسین الهام میگیره. پس الگوی حرکت علیه ظلم و ستم بود، این نبود که در همون، اتفاقا یه سری از این آخوندها میگن که همون حرکت بود و بس تموم شد و رفت قبل از انقلاب و در زمان شاه، که خیلی هاشون میگفتن که چیه؟ میگفتن که بقیهش دیگه امام زمان میاد دنبال میکنه. الان باز هم از اینا میان میگن که چیه؟ میان میگه این حرکت مربوط به همون دوران تاریخ بود، در حالی که همون دوران تاریخی یعنی چی؟ ظلم و ستم تا وقتی هست مبارزه علیهش هم باید باشه، همونطور که امام حسین گفته و در همین این کلمات میگه. بنابراین حرکت برای آزادی و اختیار انسانیه، این مبارزه، مبارزه محدود به یک موقعیت نبود و اگر بود اتفاقا جا پیدا نمی‌کرد تو تاریخ. اگه یک حرکت مقطعی بود، کما که خیلی حرکت‌های زیادی شده در تاریخ، خیلی هم کشته شدن، چه بسا ده ها برابر امام حسین و یارانش کشته شده باشه، ولی چه نمونده در تاریخ؟ اصلا بعدا خبری و اسمی نیست ازشون. تاریخ تا بوده بوده و جنگ بوده و کشتار بوده، ولی چرا از این هست؟ چون یک الگوه، چون یک روشه، یک پرچمی است برای ایستادن در برابر ستم. شما در بین صحبتاتون اشاره کردیم به سوء استفاده رژیم و حکومت آخوندی از نام امام حسین برای پیشبرد منافع خودش. همین این عامل باعث نشده که مردم از خود امام حسین و راه و رسمش دوری بکنن؟ در حقیقت اگه بخوایم به طور واقعی بگیم، هدف آخوندها، هدف خمینی، هدف خامنه‌ای اینه که از محتوا و راه امام حسین مردم رو دور کنن. مثلا هیچ وظیفه دیگه اجازی ندارن. اینا میخوان اون هدف رو توهی کنند و بگن که آره امام حسین هم چیزی که ما داریم میگیم،
هر جنایت، هر خیانت، هر غارت، هر دزدی رو زیر این پوش مشروع جلوه بدن. و یک عامل اگر نبود واقعا همین این روش رو رفته بودن و چیزی اصلا از امام حسین نمونده بود. اتفاقا ادیان و آرمان‌های خوب وقتی که میفته دست یه سری رهبران ناصالح از بین میره، مردم دیگه رغبت نمی کنن برن سراغ اونا. شما حساب کنید هزاران گشت درست کرد به اسم یا زینب، گشت یا زینب که زنان رو سرکوب کنه، به زور روسری سرشون کنه، با پونز روسری بچسبونه رو سرشون. خب اون دختر دبیرستانی، اون دختر دانشگاهی، اون دختر جوون که وقتی اینطوری زیر ضرب و فشار قرار میگیره چقدر باید به خودش تحمل بیاره که اسم زینب براش مقدس باشه؟ به اسم امام حسین تو زندان‌ها شلاق زدن، شکنجه کردن، جنایت کردن. خب اون که زیر شکنجه است فقط یک جا وجود داره که یک جریان بسیار 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 قوی تری از دستگاه آخوندی باید باشه که اون باطل و سحر دستگاه آخوندی خمینی و خامنه ای و امثال اینا باشه و اونم مجاهدین هن. که از روز اول این مرز رو کشیدن که حرف امام حسین چیه؟ کیه که همین الان بعد از نزدیک 38-39 سال سخنرانی موسی خیابونی رو در اولین سال محرم بعد از انقلاب بشنوه و متأثر نشه و مرز بین امام حسین واقعی و این چیزی که حاکمیت آخوندی داره رو واقعا نگیره و نفهمه و متأثر نشه؟ اونجایی که میگه ای حسین ما راه تو رو داریم میریم، ما مسیر تو داریم میریم، ما پرچم تو رو بلند کردیم، مسیر ما مسیر حسینیه، ترسیم میکنه. کیه که اون روزی که مسعود رجوی رفت در عراق، اولین گامش رو گذاشت در عراق، رفت در کربلا، لیست شهدا رو تقدیم رأس الحسین کرد، اونجایی که سر امام حسین بریدن در اونجا تقدیم کرد و گفت ما اینو تقدیم تو میکنیم، ما مسیرمون مسیر توه، هل من ناصر میانصرونی. کیه که اون سخنان رو شنیده باشه و از جان و دل به راه واقعی امام حسین راه پیدا نکرده باشه؟ این همه شهدای مجاهدین، این همه خواهرای مجاهدی که زیر شکنجه ها به شهادت رسیدن با نام زینب، با یادآوری اون ایستادگی حضرت زینب در برابر یزید. بسیاری از مادران و خواهران همین زندانیان سیاسی با یادآوری همونها ایستادگی میکنن و بعد خون 120,000 شهید، 30,000 قتل عام شده. برید نگاه کنیم به وصیت‌نامه هاشون، درصد بسیاریشون از کلمات امام حسین یاد کردن. پس ببینید یک خون عظیم، یک فدیه عظیم ریخته شده که امروز جامعه ایران به اون بلایی که شما میگین دوچار نشده و تو شعارهاشون میبینیم که میگه حسین حسین شعارشه، دزدی افتخارشه. میگه بابا جون من میدونم که تو داری دروغ میگی به نام امام حسین. کجا میگید؟ همین چند روز پیش بود که دیدیم غارت شدگان، بله، یک نوحه‌ای رو پخش میکردن در به اصطلاح فضای مجازی، این هم بود که توی جهرم اجرا کردن، میگه که ای تکیه زده به کرسی دین، ای دشمن راه و رسم این، با نام خدا مکن جنایت. خب چطوری این فرهنگ ضدیت با اون نوع سوء استفاده از نام اسلام در جامعه ما رواج پیدا میکنه؟ به دلیل همین خونهاییست که ریخته شده، به دلیل همین ایستادگیهاییست که شده. ببینید همین سال گذشته خانم مریم رجوی در سخنرانیش به مناسبت روز عاشورا چی میگه؟ میگه که عناصر اصلی تفکر و آیین جنبش ما در حرکت و پیام سرور شهیدان ترسیم شده است. در خروش هیهات من نزد الله، پرچم هیهات من نزد الله رو کی داد دست رزمندگان مجاهد؟ مریم رجوی داد. خب اینا در جامعه میده، میبینن راه حسین کدومه، راه یزید کدومه. خامنه ای که این همه جنایت میکنه، همین الان در سوریه چیکار دارن میکنن؟ به اسم دفاع از حرم. به چه اسم؟ واقعا چقدر ننگینه این کارشون. به اسم دفاع از حرم هزاران کودک
سوری رو تیکه پاره میکنن، رو سر مردم بمب میریزن، یه دیکتاتور فاشیست کثیفی رو حمایت میکنن، بعد میرن توی نماز جمعه میگن که بشار اسد ما نگردشتیم. این اسلام؟ این دین؟ بله، به همین خاطر مردم هم هست شعار میدن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، سوریه تو سرت بخوره. وضعیت من، این وضعیت من، بله. مردم ایران چرا نرفتن تو اون دستگاهی که شما میگید به اصطلاح طبیعت ظلم و فشاری که به نام امام حسین و به نام حضرت زینب میارن، طبیعت خود به خودیش اینه که مردم گریزان بشن، در حالی که مردم نه تنها گریزان نشدن، بلکه پرچم از دست اونا میگیرن، چون یک شاخص دارن، چون یک الگو دارن، یه پیشتازایی دارن که نذاشتن نام امام حسین رو رژیم لوس کنه و از بین ببره، بلکه با خون خودشون، با جون خودشون، با شکنجه خودشون، با زندانهاشون این راه و این پرچم رو هرچی بلندتر بردن. بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و توضیحات جامعی که در مورد پیام امام حسین و هدفش در این قیام با شکوه دادین و اون چیزی که رسالتی که بر عهده انسان‌های آگاه در این دوران وجود داره و پرچمی که به دست مجاهدین هست برای احیای ارزش‌های انسانی و انقلابی امام حسین. بینندگان گرامی، در پایان برنامه امروز مجدداً درود می‌فرستیم بر سرور شهیدان و 72 تن یاران پاتوازش که در خاکپای او به خاک افتادند. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.